و به هر حال این و اینکه این گونه جنایت ها را توجیه کردنه، پس نشون میده که سازمانده این جنایت خود باید، چون که دلیلی غیر از این نمیشه دید که چه دلیل داره که نما امام جمعه وارد این بحث بشه، و زمانی هم که خبرنگاری در چارچوب کار خبرنگاریش قصد تهیه گزارش از این وضعیت داشته، نتونسته با اون خانواده صحبتی داشته باشه، و زمانی هم که به بازپرس پرونده و کسای دیگه مراجعه میکنه، به جای اینکه به سوالات اون در مورد این مسئله و این اتفاق شنی که روی داده پاسخ دادن، شروع میکنن به موارد شخصی این خبرنگار، چون که خانمی هم بوده، پرداختن و از این طریق سعی میکردن که خبرنگاره رو از صحنه تهیه گزارشش، که اون هم میدونید که در کشوری که سانسور تا اعماق وجود داره، حداقل ها رو هم نتونه بنویسه، به این گونه اون رو از صحنه به در میکنن و اجازه ندن بهش که کار خبرنگاریش رو انجام بده. بله، به هر حال هدف و مبنای این اعمال پلید و جنایتکارانه، چه در قتل در خیابان ها مثل یا ترور فی الواقع در خیابان مثل حاله صحابی، چه قتل زندانی سیاسی شهید راه آزادی رضا خدا صابر در زندان، چه تجاوز به دانشجوی دختری که در دانشگاه فردوسی، و همچنین تعدی و حریم خصوصی و مورد تجاوز قرار دادن زنان در اونجا، هیچ چیزی رو نشون نمیده جز اینکه یک کار سازمان یافته و خود اونها پشت اون هستن، و گواه این نه بر مبنای حدس و گمانه، بلکه بر مبنای گفته های امام جمعه و سایر افرادی که مملو از تناقض و قربانی رو قربانی کردن. بله، فرماندار اصفهان و بسیاری افراد دیگه. دقیقا، یعنی این تولید این سیستمه، یعنی اگر قدری به دور از احساسات و خیلی به دور از فقط خبرگیری توجه کنیم، روی سیستم جنایتکار حاکم بر کشوره که اینا برای سرکوب مردم غیر از جنایت، غیر از تجاوز به زنان، حتی به مردان، کشتن، قتل و عام، کار دیگه بلد نیستن. اینا میخوان در قدرت باشند و مردم رو میخوان خفه کنند، راه دیگه غیر از این نمیشناسن. این آخه اینا راهشون، راه اوباش، راه ارازل، اندیشه اوباشیزم، اندیشه ارازل اینه. یعنی برای اینکه بخوای بمونی و بخوای حکومت تو ادامه بدی، جای دیگه هم میکنن دونتا خیلی بهتر از اینا. اینا دیگه اون اوج رذالت عرضه میکنن، تجاوز به زنها، مردم رو کشتن توی زندان ها، تو خیابون ها. این دیگه شده چهره امروز ایران. باز تولید اراذل و اوباش همین اینه. بله، در حال هدفی هم از این کار هست، یعنی این اعمال پلید و ضد بشری، همینطوری که در راستای اعدام های خیابانی، و نشون میده که سلسله اعصاب اینها به هم ریخته و امور رو از دست دارن، کنترل امور رو از دست دادن. دقیقاً. پس جنایت رو به اوج خودشون میخوان برسونن و فکر میکنن با این جنایت ها میتونن به حاکمیت ننگین و ضد بشری خودشون ادامه بدن. همینطوری که اعتراضات 23 خرداد بشون داد و قطعاً 25 خرداد دوران این جنایت به پایان رسیده، و قطعا اونهایی که دست به این جنایت زدن یا جنایت‌های دیگه در آینده نزدیک باید جوابگوی اعمال پلید و ضد بشری خودشون باشن، و اینها به عینه شاهد این هستن که در چه نقطه‌ای قرار گرفتن، و هر حال با اون نیروهای اطلاعاتی که دارن و با موجی که قلیانی که در جامعه هست به خوبی رو میدونن، و حتی در یک مراسم اینا اینقدر الواقع شرایط رو بحرانی برای خودشون میبینن که مراسم سنتی تشییع جنازه خاکسپاری رو ازش وحشت دارن. بله. پس باید گفت که مردم ایران
به خصوص جوانان این تن به این شرایط غیر انسانی ضد بشری و قرون وسطایی نخواهند داد و در اعتراضاتی که در پیش دارند و جا داره که اعتراضاتی که در پیش داریم رو به این خودمون رو و در این چارچوب قرار ندهیم و همانند سایر کشورهایی که میبینیم در منطقه خود پیشتاز باشیم، خود تعیین کننده زمان باشیم و زمانها را کوتاه و کوتاه‌تر کنیم و فرصت ندیم به اینهایی که روزانه در به قتل زندانیان سیاسی، به تعدی و تجاوز علیه زنان و خانواده ها و دانشجویان و یا دستگیری و هزاران جنایت باید پایان داد. پایان اون هم در اینه. ما یعنی اعتراضات 88 ایده ای بود که به تمامی کشورهای که الان میبینیم انقلاب ها در اون صورت میگرفت از اونجا گرفته شده. بله دقیقا. برای اعتراضات آینده زمان را باید جوانان با وسایل ارتباط جمعی در دست بگیرن، خودشون تعیین کنن، پیش ببرن و اینکه فرصت ندن که این رژیم ضد بشری و جنایتکار به جنایت‌های خودش ادامه بده. دقیقاً. و این ما هستیم که میتونیم به این مسئله پایان بدیم. درود به شما. دقیقاً همینطوره. یعنی اگر خاموش بنشینی گناه است. زنده یاد حمید مصدق گفت من اگر بنشینم تو اگر بنشینی چه کسی برخیزد؟ تو اگر برخیزی من اگر برخیزم همه برمیخیزند. دقیقاً. و به هر حال تو استفاده از تکنیک های وسایل ارتباطی به هر حال سرآمد هستند. مبتکرن، مبتکر این کار بودن دیگه. دقیقاً. و خودشون باعث و بانیان میتونن پس از همین وسیله. منتظر کسی نباید بود، چون که به هر حال خود بهتر میدونید که چگونه اینو پیش میبره تا کسی بنا به امیال و اراده سیاسی بخواد چیزی دیکته کنه و چیزی تعیین کنه و هر وقت بخواد انجام بشه. ولی وقتی قدرت عمل رو در دست بگیرید، اون موقع شرایط رو در دست دارید و اون موقع است که خواهید دید که چه ترس و چه رعب و وحشتی بر سر تا پای کسانی که در تشتتن، در جنگ قدرتن و در ریزشن. و به این فلواقع این تشتت و تجزیه و که درون این رژیم هست و از هم پاشیدگی که درون هست همانند آنزیمی که تسریع فوق‌العاده‌ای به اون خواهید داد. پس هر چیز زودتر باید به این شیوه روی آورد و این شیوه رو پیش برد و زمان را کوتاه و کوتاه‌تر کرد. دقیقاً. کس نخواهد پشت من جز ناخن انگشت من. از این نکته هم غافل نشیم که غیر بعد داخلی از نظر بعد خارجی این رژیم هر روزی که میمونه و هر روزی که این جنایت ها رو میکنه دقیقاً بهترین بهانه رو به دست کسانی میده که قصد تجاوز به ایران رو دارن و قصد غارت ایران رو دارن. یعنی این رژیم خود عاملی است برای تخریب ایران، جنگ ایران، تجاوز به ایران. دقیقاً. یعنی شما میرید تهدیدات به تهدیدات خارجی رو برشمردید. این یکی از چیزی که به حق، ولی اگر نگاه کنیم هر لحظه یا هر روزی که باقی میمونه ما باید شاهد این باشیم که تعداد بیشتری از جوانان اعدام بشن. دقیقاً. ما باید شاهد اون باشیم که فقر و فلاکت بیداد کنه. ما باید شاهد باشیم تعداد بیشتری از جوانان روی اعتیاد و شرایط دیگه پیش ببرن. ما باید شاهد خودکشی‌ها باشیم. ما با شاهد تجاوزها باشیم و موارد متعددی که جوانها و مردم ایران هر لحظه و هر ثانیه با آن مواجه هستن و دست و پنجه نرم میکنن. پس راه پایان دادن به این مسئله خود ما هستیم. پس خود ما هستیم و خود ما باید ابتکار عمل را در دست بگیریم از طریق فیسبوک، توییتر و سایر ارتباطات جمعی. این موارد را پیش ببریم و زمان تعیین کنیم و عمل کنیم. جالبه که می‌بینید در کشورهایی که انقلابات یا به پیروزی رسیده یا در آستانه پیروزی هر زمانی رو تحت یک استراتژی یا یک هدف مشخصی اعلام می‌کنن و پیش می‌برن و هفته‌های بعدش هم به همین شکل.
و اون چیزی که ما مبتکرش بودیم باید زنده کنیم و با تجربه‌ای که 2 سال ازش داریم میتونیم به اوج خودش برسونیم و در کوتاه‌ترین مدت به هدف‌ها که همون آزادی، پایان یافتن این جنایت، پایان یافتن فقر، پایان یافتن فحشا و تجاوزهای غیر انسانی که توسط عوامل خود اونها صورت میگیره میشیم و اینکه این همه دیگه تن به ذلت و خاری داده نشه و این همه باعث نشیم که اینها عواملی مثل رادان که از جنایتکاران اردوگاه مرگ کهریزک هست اینگونه بیاد و مصاحبه انجام بده به جای اینکه در مقابل دادگاه قرار بگیره و به موجب سزای اعمالش برسه. سپاسگزارم از اینکه این فرصت رو در اختیار ما گذاشتید تا بخشی از قهرمانی‌ها و رشادت‌ها و قطعاً دردها و رنج‌ها رو بپردازیم و برای همه شنوندگانتون و خود شما آرزوی موفقیت می‌کنیم و همه شما رو به خدا می‌سپارم. درود مجدد بر شما. در ضمن اشاره به شکنجه‌ها کردید، ما شهادت یک دختر خانم جوان دانشجو و آنچه بر سر او رفته که فاجعه ایست و غم جهانی است رو پخش کردیم، اون رو باز مرتب پخش خواهیم کرد، باشد که چشم ها باز شود و گوش ها صداها را بشنوند. آی آدم ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید، یک نفر در آب دارد می سپارد جان، یک نفر دارد که دست و پای دائم می زند روی این دریای تند و تیره و سنگین که می دانید. که حتما در گفتگوی دیگر باز هم در مورد این مطالب و به ویژه گفتار این خانوم هم گفتگو خواهیم کرد. مجددا سپاسگزار که در این گفتگو شرکت کردی. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون بهترین ها را آرزو دارم. خدا نگهدارت. خدا نگهدارت. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس صادق نقاشکار درباره خبرهای ایران و خبرهای نقض حقوق بشر، اعتراضات هموطنان در سالروز 22 خرداد، بانگهای الله اکبر و شعارهای مرگ بر دیکتاتور خامنه‌ای بدون بزودی سرنگونه در شنبه شب 22 خرداد با توجه به حضور نیروهای سرکوبگر، موتورسوارها و گشتها، استقرار نیروهای موتوری و با خودرو و امنیتی و لباس شخصی با تعدادی بیشتر از همیشه در روز یکشنبه 22 خرداد، حضور گسترده و وسیع مردمی در این روز، سردرگمی و عصبانیت این نیروها از این تجمعها، بازداشتها، بنابر گزارش ایرنا، اعلام حضور گروه‌هایی از هموطنان برای سالگرد 25 خرداد، ضرورت حمایت هموطنان از این دعوت، شهادت و قتل زندانی سیاسی رضا هداصابر در 8 روز اعتصاب قضا و در اعتراض به شهادت حاله صحابی و وقتی دچار ناراحتی قلبی می‌شود در بهداری به جای درمان او را مضروب می‌کنند، بیخبری خانواده از این جنایت در روز شهادت، شهادت نامه 64 همبند هدا صابر از چگونگی قتل و شهادت او و بخشهایی از آن، مراسم خاک سپاری ایشان در محاصره کامل نیروهای سرکوبگر و امنیتی، تداوم اعتصاب قضای 5 زندانی دیگر که امیر خسرو دلیرسانی یکی از آنهاست، خطر جدی برای تمامی زندانیان سیاسی و به ویژه زندانیانی که در اعتصاب قضا هستند، گستردگی این جنایات در جای جای ایران، تجاوز به زنان و چند فامیل در خمینی شهر اصفهان توسط بسیجی ها در باقی خانوادگی با به بند کشیدن همسران، بی‌توجهی پلیس به تلفن‌های این زنان و تهدید آنها از بازگویی جنایت، سخنان امام جمعه خمینی شهر که گفته اگر خانم‌ها حجاب داشتند مورد تجاوز قرار نمی‌گرفتند، و همینطور دیگر مسئولین دولتی از این جنایت،
اهداف رژیم از این جنایت‌ها که نشانگر چگونه حکومتی در ایران است؟ اینکه آنچه امروز می‌بینیم حقیقتی است که در جامعه ما و در ذهنیت سردمداران حاکمین ایران است و باز تولید اوباش و اراذل چیزی جز این نیست؟ این رژیم غیر از تمام این فجایع از بعد داخلی، از بعد خارجی عاملی است برای تخریب و جنگ و تجاوز به ایران. توجه می‌فرمودید؟ این گفتگوها بر روی یوتیوب، فیسبوک و توییتر هم قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما بدرود می‌گیم. لطفاً پس از شنیدن چند موسیقی به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب توجه بفرمایید.